اینجا هدیره منطقه قصبه شهر کابل است، جایی که شماری از قربانیان انفجار دیروز مسجد صدیق اکبر از مربوطات حوزه 17 امنیتی شهر کابل به خاطر خاکسپاری به اینجا آورده شدند. حبیب الدین که غم از دست دادن پدر 60 ساله‌اش را زمینگیر کرده است، با سختی لب به سخن می‌گشاید. نماز شام بود یار، نماز می‌رفتم مسجد. گرام باز کرد ما فهم بیدیم بودم مسجد است. خبر سیم برسیم دویده کشیدیم شد. امنیت نیست. خب مردم در شهر بازار میگردد. که از اطمینان نوره که ما سبکی زنده میریم بخونیم. از بازار زنده پس بیاییم بخونه. از سوی هم فرماندهی امنیه کابل آمار جان باختگان انفجار مسجد صدیق اکبر را 21 تن و زخمی ها را 33 تن میگوید. یویش هوادوال شهیدان شویدی دیدی ترسنگ دری دیرش نور تپیان شویدی دی پیخ پر محل بانده سیمیت امونیتی زوکونا رسیدلی و تردی دیما پوری پلتا کی دی چی دی پیخ جنیت کاران پایدا و دی قانون منگولو تای وسپاری. شماری از باشندگان این بخش شهر کابل آمار تلفات انفجار روز چهارشنبه را بیشتر از آمار میدانند که از سوی فرماندهی امنیه کابل اعلام شده است. اثر بیشتر بوده کم نبوده. مولای صاحب مسجد خیلی مردم طالبای که از ولایت های دور بود طفلک ها خیلی شهید ها بودن. طلب شد امنیت شد دیگه بایان بالا بمیگوید مسکینی بیچاره هزم شهیده که از دیگه قتل نشه، قتل بس است. چی دهو دیدین، چی دهیدین؟ از مرگم نبی ترسم. امیر محمد کابولی، امام مسجد صدیق اکبر نیست یکی از جان باختگان رویداد روز چهارشنبه است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. انفجار روز چهارشنبه با واکنش های نیز روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین و فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا این انفجار را جنایت ضد بشری و دشمنی آشکار با مردم افغانستان می دانند.